چیزی که شما اینجا مشاهده میکنید، من نه ریپوزیتوری الان دارم، نه هیچ فایلی رو اینجا دارم. توی پروفایل هم میبینید که هیچ ریپوزیتوری رو ندارم، همه ریپوزیتوری رو پاک کردم. در اصل اومدم گیت بیسیک رو گذاشتم اینجا، یه فولدر دیگه باز کردم به نام گیت. داخل این گیت همون فولدرامون هست، اما دیگه داخل این فولدر گیت پوشه به نام دات گیت وجود نداره، به خاطر اینکه ما دیگه نتونیم این رو چیکار بکنیم، برگردیم. الان اگر اینجا نگاه بکنید، ریپوزیتوری رو هم من ندارم. اگر بیام اینجا ریپوزیتوری رو بزنم، ببینید که هیچ ریپوزیتوری رو ندارم. میگه چی؟ doesn't have any public repositories yet. پوشه گیت رو اضافه میکنم اینجا. چه جوری؟ میرم میزنم add local repository. حالا شما میتونید برید، بهترین راش اینه که شما فولدرتون رو بیاد مثلا داخل گیت یه مقدار فایل فولدر درست بکنید و بعد بیاید چیکار بکنید، اینا رو اینجا سوار بکنید. یعنی من الان بیام اگر اینجا add local repository بزنم، گیت رو اضافه بکنم، add رو بزنم، یعنی چیکار میکنه؟ میگه create an add. حالا میگه چی؟ this folder is not a repository. Would you like to create a new repository here؟ و میگه که repository نیستش. حالا میخوای repository درست بکنی براش. من اگر بیام اینجا cancel رو بزنم، چه اتفاقی میفته؟ این درست نمیشه، بخاطر اینکه ما ریپوزیتوری نداریم، درسته؟ یه بار دیگه میام اینجا local repository رو میزنم، git رو میزنم و میبینید که این repository نداریم واسش. add رو میزنیم، دوباره این میاد. create an add رو بزنم، برای من یه سری تو این صفحه چیکار میکنه؟ این صفحه باز میشه. اما از بالا history رو که دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد، این پایین changes رو میبینید. اینجا مطلب رو من به شما میگم. اینجا میبینید که نوشته نیو نیو و نوشته دسکتاپ. این چیشه؟ به اصطلاح مسیرشه. و اینجا میگه که چی؟ اینا همش سبزه و اینا همه جدیده. هر چیزی شما اینجا میبینید رنگ سبز رنگ جدیده. از اینجا میبینید که نوشته نیو 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 و الی آخر همه اینجا. خب اینجا دکمه هست. اولا تو این تب changes، حالا ممکنه که ویندوز دارن این یه مقدار متفاوت باشه، ولی فانکشنالیتی ها یکیه، عمل کرده یکیه، فرقش فقط شکل و شمایله. منتها چون من ویندوز ندارم نمیتونم به شما اینجا نمایش بدم، مگر اینکه برم دانشگاه به شما نمایش بدم. اما بخوام بگم که همه چیزاش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط شکل و شمایلش فرق میکنه. پس گیج نشید، میتونید از منیوتون استفاده کنید و میتونید از خوب دقت بکنید توی اینترفیستون ببینید کجاش این کاری که من میگم رو داره. اینجا دکمه سبز و قرمز رو میبینید، پلاس و ماینس زده. این اگر زرد باشه یعنی چی؟ یعنی شما داخل گیت هاب پوشش نکردید، ریپوزیتوری ندارید. و اینجا داخل چینجز یه دکمه هست اینجا به اسم uncommitted. چیه؟ میگه چیکار بکن؟ commit و sync بکن. ما اگر برگردم اینجا یه ریفرش بزنم من اینجا، خب ببینید که هنوز من ریپوزیتوری ندارم. چون که من ریپوزیتوری ندارم، این رو نمیتونم بیام سبز بکنم. خب چون اگر بیام سبز بکنم، ریپوزیتوری گفتم ندارم. و شما میتونید به ریپوزیتوری درست بکنید و این خودش اتوماتیکلی هم دکمه کمیت و سینک رو بزنید که هم کمیت بکنه هم سینک بکنه. من میام جا initial commit مینویسم و اینجا کمیت رو فشار میدم. چون کمیت کردن فشار دادن به ریپوزیتوری تو نیست، اینجوری میتونید فشار بدید، همون دستوری که من به شما یاد دادم، پوش تو گیت هاب یا فشار به گیت هاب. اینجا کمیت رو بزنید، فقط کمیت میشه داخل این فایل ها رو همدیگه همش اعمال میشه. و این کمیت رو من میزنم اینجا، این دکمه رو گفتم خاموش بکنید چون ریپوزیتوری نداری و این کمیت میشه، درسته؟ و این میبینید که این زرد شد، همون رنگی که من به شما گفتم. این زرد یعنی که شما الان پوش نکردید روی گیت هاب. الان میتونم دو داخل هیستوری نگاه بکنم، میبینید که الان یه دونه بیشتر نداریم. هیستوری یعنی تاریخ هر کاری که شما کردید. و اینجا میبینید چی نوشته changes، change هایی که اعمال کردید یا تغییرات که اعمال کردید، و نوشته unsynced commits، نوشته less than a minute ago، یعنی کمتر از یه دقیقه پیش. و این اینجا رو من بهتون توضیح خواهم داد، اینا برنچ ها هستش که حالا اینجا بهتون توضیح میدم که چیکار میتونید بکنید. اما settings یه مشکل اینجا هستش. این settings اگر ما بریم اینجا یه ریپوزیتوری درست بکنیم، خب و بعد بیایم اینجا الان پوشش بکنیم به مثلا گیت هاب،
بعضی موقع من پیدا کردم که این مقدار ارور به ما میده، پس بنابراین بهتره به خود گیتاب اجازه بدید خودش برای شما یه دونه ریپوزیتوری درست بکنه. پس من اگر اینجا بزنم پشت گیت ها، اینجا میگه چی؟ اوکی میخوای اسمشو چی بذاری؟ من میگم مثلا اسمشو بذار همین گیت خالی، مثلا بگو که درست دیگه همون گیت. و بعد میگه اکاونتت، حالا یه اکاونت بیشتر ندارید، اگر خواستید آپگرید کنید آپگرید کنید، و میزنید پوش ریپوزیتوری و این چند دقیقه طول میکشه تا چیکار بکنه. از دیدی که یه صفحه یه چیزم دایلاگ باکسی هم اومد که گفت میتونم از ترمینال استفاده کنم، تمام کدایی که دید ما با دست نوشتیم میاد چیکار میکنه، برای ما خودش مینویسه و اجرا میکنه. حالا اگر ما بریم اینجا یه ریفرش بزنیم میبینید که چی، یه ریپوزیتوری اینجا درست شده.